رئیس کمیسیون روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی هشدار داد در صورتی که کشورهای همسایه برخی گروه‌ها خواسته باشند روند انتقال مسئولیت امنیت را با چالش مواجه سازند، برخورد آنها جدی و اسفری خواهد بود. در عین حال وزیر دفاع ملی افغانستان نیز تاکید کرد که روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به صورت تدریجی موفق آمیز خواهد بود و از کمک 20 میلیارد دلاری آمریکا برای مهیا ساختن تجهیزات نظامی تا 3 سال آینده برای سربازان افغان خبر داد. شرح بیشتر از فؤاد احمدی. امروز پنجشنبه رسما مسئولیت تامین امنیت شهر هرات از سربازان ایتالیایی که قبلا مسئولیت تامین امنیت آن را به دوش داشتند گرفته شد به عهده خود سربازان افغان سپرده شد. بیش از آن 4500 سرباز ایتالیایی در شهر هرات و همچنان همیان مشغول تامین امنیت بودند. در جریان چند سال گذشته بیش از 50 تن سربازان ایتالیایی در حوادث گوناگون جان خود را از دست دادند و بیش از 50 تن دیگر در حوادث گوناگون زخمی شدند. برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی در شهر هرات با حضور 5 وزیر کابینه دولت افغانستان، رئیس پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی، مقام‌های ناتو و مسئولان ملی هرات برگزار گردید. رئیس روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی از کمک بیش از 800 میلیون دلار از جانب ایالات متحده آمریکا، 150 میلیون دلار از جانب ایتالیا و تطبیق صدها پروژه انکشافی برای موفقیت روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی در شهر هرات در آینده نزدیک خبر داد. پیغام ما به سوازی است. اعم از این که همسایه‌ها چی بخواین، اعم از این که قوای منفی چی بخواین، این پروسه موفق میشه. دلیلش چیست؟ شما، ما، همه ما درد هجرت دیدیم. مسئولان وزارت دفاع ملی و داخل کشور تاکید دارند که تمام آمادگی‌ها برای موفقیت روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی روی دست گرفته شده و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد. وزیر دفاع میگوید در سال جاری آموزش، افزایش و تجهیز سربازان امنیتی افغان از پلان‌های اساسی دولت میباشد. پروسه انتقال یک پروسه تدریجی است. بعضی کاستی ها و کاهش هایی که از نگاه قابلیت های که فعلا وجود داره و سر قوت های ایساف اتکا میشه، یک تعداد زیاد از این قابلیت ها در طول از تا سال 1393 این قابلیت ها را ارگان های امنیتی افغانستان به دست خواهد آورد. با این حال مقامات محلی در هرات تاکید میکنند که در جریان چند سال گذشته نیروهای خارجی در تامین امنیت شهر هرات هیچ نقشی نداشتند و این سربازان افغان بودند که نقش اساسی را ایفا میکردند. در این حال شماری از شهروندان هرات از موجودیت دفتر تیم پی‌آر‌تی در مرکز شهر هرات اظهار نگرانی میکنند و خانه انتقال آن به حومه شهر هرات میباشند. یک فرمانده ارشد ناتو نیز که در این مراسم حضور داشت تاکید کرد که سربازان افغان در شهر هرات توانایی تامین امنیت را دارند و از ادامه کمک‌های جامعه جهانی در بخش آموزش سربازان و مهیا کردن تجهیزات نظامی و ملکی خبر داد. پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی در شهر هرات صورت گرفت و قرار است پس از این سربازان افغان مسئولیت تامین امنیت حدود 1.5 میلیون شهروند هراتی و دیگر اتباع خارجی و تأسیسات دولتی و غیر دولتی در این ولایت را به دوش خواهند داشت. سوال اساسی اینجاست، با وجودی که نگرانی‌های از سوی مقامات محلی در این ولایت اظهار می‌شود که گویا هنوز هم تشکیلات پلیس و تجهیزات در این ولایت کم است، آیا این سربازان خواهند توانست در دراز مدت امنیت شهر هرات را تامین کنند؟ گذر زمان به آن پاسخ خواهد داد. فواد احمدی، تلویزیون آریانا، قلردوی 207 ظفر، هرات. ایالات متحده آمریکا